با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد ذری‌مهر در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. بله، قبل از آغاز گفتگومون با آقای دکتر خدمت شما بینندگان گرامی عرض کنم که این برنامه جنبه اطلاع رسانی داره، به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی نباید به حساب بیاد. اگه میخواین مشورت حقوقی داشته باشین با آقای دکتر میتونین با شما تلفن‌هایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با ایشون تماس بگیرید. خب آقای دکتر، ما وسطای جولای هستیم و تابستون و ماهای لذت بخشی رو داریم میبینیم، همه جا سرسبز و این حرفا. و چند روز پیش که گرفتاری راجر باعث شد که اینترنت و این چیزا قطع بشه، تو دادگاه هم تاثیر گذاشت؟ والا ببینید، مسئله دادگاه، خب اونا سیستماشون فرق میکنه. ما در همون روز هم یادمه که سری مکاتبات با دادگاه داشتیم و هیچ مانعی نداشت، یعنی ما از دادگاه پرونده فایل کردیم قبلش تو هفته گذشته و فکر کنم اگه اشتباه نکنم اون اتفاق روز جمعه گذشته بود که اتفاق داد. نه، ما با دادگاه هیچ مشکلی نداشتیم، سیستم خودمون هم با راجرز نیست، علیرغم که ایمیلمون راجرزه ولی سیستم های اصلیمون با راجرز نیست و بهتر اینتراپشنی اصلا نداشتیم در ارتباط با مسئله اینترنت یا تلفن ها، همه چی به صورت نرمال بود و با دادگاه هم مکاتبه داشتیم. خب یه سری وکلا هم با ما مکاتبه داشتن و اونا هم احتمالا با سیستم های دیگه کار میکنن، با راجرز. ولی اکثریت سیستم راجرزه، ولی این ثابت میکنه که اگر اینترنت یا قطع بشه دنیا فلج میشه، اصلا ارتباطات و راهی. نه، ما عادت کردیم به یک سیستمی که وابسته این به نوعی وابسته به تکنولوژی شدیم. تکنولوژی کمک کرده، ولی خب مثلا ما در این مدت اگر لازم باشه بود میتونیم نامه رو از طریق فکس ابلاغ بکنیم، یعنی از نظر حقوقی ما کارامون رو هنوز میتونیم با سیستم های قدیمی ادامه بدیم، چون سیستم قدیمی از برای تلفن‌های اصلی ما فکسمون هنوز لندلاینه، یعنی تو با سیم وارد دفتر کردم با سیم به فکس پس شده. و اگه بخوایم ابلاغی به وکیل مقابل بدیم لزوما نیاز نیست که با ایمیل بوده باشه. ایمیل یکی از وسایل و متدی هست که ما برای مکاتبه با وکلا یا با دادگاه استفاده می‌کنیم، والا هنوز فکس به عنوان یک مورد متد قابل اطمینان پذیرفته شده. خب وسایلی که با سیم و کیبل اینا باشن خب سر جا خودشه، منتها با دادگاه هایی که مثلا از طریق تلفن و از طریق تصویری که میشه اونا قطعا ما خوشبختانه نداشتیم. در اون حضورا نیاز نبود که از سیستم های اینترنتی استفاده کنیم، ولی اگر هم حتی اینترنت استفاده میکردیم چون سیستم ما با راجرز نیست، با سیستم های با شرکت دیگه بود، از این لحاظ که ما اینتراپشنی در کل سیستممون نداشتیم. ولی خب تکنولوژی همیشه همین هست، باید مطلع باشیم که وابسته تکنولوژی کار رو آهسته میکنه، از بین نمیبره. ببینین کامپیوترها کار میکردن، بعد به طب ما لوایح یا مدارک قانونی رو که باید مینوشتیم، قراردادها رو چیز بیا احکام دادگاه رو باید تنظیم کنیم از طریق سیستم خودمون انجام میدادیم. ولی تکنولوژی برای ما به عنوان اصل نیست که بگیم که اگر نباشه کار میخوابه، کار رو راحت کرده. چرا؟ کامپیوتر کار رو بسیار راحت کرده، ولی خب اگر نیاز باشه برگردیم به سیستم های تایپی باید برگردیم، باید ماشین های تایپ رو دوباره را بدنیم. هنوز هم داریم مکافاتای خودش و اینترکت و فروشگاه ها همین تحت تاثیر قرار گرفته بودن متاسفانه. الان به طور کلی اوضاع دادگاه ها چطوره؟ ببینید، دادگاه ها عملا دارن خودشون رو آماده میکنن برای پذیرش افراد دوشه مردم معمولی و وکلاشون در دادگاه ها. خب داریم برمیگردیم به سیستم قبل از کووید، و در سیستم قبل از کووید
ما این بحث رو از اول هم داشتیم که حضورمون همیشه بوده. موکل شاید بهتر باشه که قاضی رو ببینه در مقام قضاوت، شاید راحت‌تر بتونه قبول کنه، و چون در محیط حقوقی قرار گرفته، در محیط دادگاه قرار گرفته، پذیرش حکم قاضی و اجرای حکم قاضی شاید بسش راحت‌تر باشه. از این لحاظ که من فکر کنم اگر مثلا وارد دادگاه بشه، این بستگی داره که موشن باشه یا بستگی داره که کیس کنفرانس بشه. در دو موردش بحثی که به وجود میاد اینه که ما لازم داریم که موکل رو با قاضی حضوری که برخورد کنه، استنباط قوه قضاییه که میشن دادگاه و کسایی که در قوه قضاییه کانادا کار میکنن، اینه که حضوری شاید بهتر کارها انجام بشه. بنابراین مایلن که نمیتونم بگم چون مشخصه، ولی تا از طریق اینترنت و تصویر نفر نه فکر نمی کنم. من خودم شخصا نظرم اینه، شاید هم اشتباه. در کیس کنفرانس ها و در ستلمنت کنفرانس ها که یه بخشی از کار ماست، عدم حضور ما در دادگاه واسه موکل ارزون تره، هزینه ها کم تره، چون ایاب و ذهاب دیگه موکل چارج نمیشه. دسترسی ما به امکانات دفتریمون، چون وقتی من تو دفتر هستم منشیم همیشه تو جلسات دادگاه میتونه حضور پیدا کنه، نوت برداری که انجام میشه، به اضافه که اگه داکیومنتی باشه ما همونجا بدونی که بخوایم تو باکس ها بگردیم پیدا کنیم سریع دسترسی داریم. شاید از یک دقیقه میتونیم بگیم این داکیومنت وجود داره و الان هم بتونه ارائه میدیم و با دادگاه ببریم تصویرش رو نشون بدیم به قاضی. اینها سرعت رو میبره بالا به نظر من و هزینه ها رو میاره پایین. تا اینکه من بخوام واسه دادگاه مثلا ساعت 11 صبح در دادگاه باشم، به تب باید 9 و نیم دفتر رو ترک کنم. نیم ساعت قبل باید آدم هم در نظر بگیره که اگه ماشین خراب شد، تصادف بشه، بالاخره همه اینا رو باید احتمال بدم. به تب 1 ساعت و نیم قبل باید باشی. نیم ساعت قبلش باید تو دادگاه حاضر بشی و خودتو معرفی کنی و افرادی که مربوط به قاضی هستن رو اعلام بکنی. بعد مثلا بری تو دادگاه، میخوام بگم همه اینا هست. بعد بعضی مواقع هستش که قاضی شما رو تو دادگاه نگه میداره، هم میگه اوکی من مایلم این مطلب رو امروز حلش کنیم، برید بیرون و مذاکراتتون شروع کنید و برگردید. خب ما بریم بیرون برگردیم میخوریم به ساعت مثلا 1 قاضی دیگه نیست توی دفتر دادگاه، رفته برای نهار تو ساعت 2 ربع. حالا دوروب که پرونده جدید تشکیل میشه در دادگاه و افراد دیگه ای توی دادگاه هستن و ما باید وایسیم تا اون پرونده تموم بشه، که احتمالا اون پرونده هم 1 ساعت و نیم طول میکشه. بعد قاضی رو ما ببینیم، اگر شانس بیاریم قبل اینکه پرونده دوروب تشکیل بشه قاضی رو بتونیم 5 دقیقه ببینیم و بگیم که به توافق رسیدیم یا به توافق نرسیدیم. چون به هر صورت بعضی موقع قضات میگه بریم بیرون شما صحبت بکنید به توافق برسید، ممکنه به توافق نرسید. اگه به توافق نرسیدیم دوباره مجبوریم قاضی رو ببینیم که اگر اون باشه تو اون 5 دقیقه ببینه به ما اجازه میده که با مطلب رو مطرح کنیم یا نه. یه موقع ممکنه بگن نه، یه موقع بگن آره. اگه بگن نه که بعد وایسی تا 2 ربع تموم شه، میشه ساعت 3:30، 3:15، 4. بعد قاضی دوباره میبینه شما رو و میگه خب چرا این مشکل حل نشد، عمیقا میره تو بحث اختلاف بین دو طرف که دو طرف رو به هم نزدیک کنه و یه موقع میگه اوکی نظر من اینه، شما اگه اشکال دارید باید حلش کنید و به طب ممکنه اصلا کل روز ما بره. ولی اگه بخواد این پرونده توی اراه دور باشه، مثلا ما تو دفتر نشستیم قاضی رو زور دیدیم، قاضی میگه چه، میگه اوکی ما اینو حلش میکنیم به شما قربان، بعد از زور آخر وقت میدیم دیگه. در طی مدت ممکنه من از زمانی که دادگاه میکنم مثلا صبح تموم شده یا مثلا زور تموم شد، اول زور تموم شد که مثلا مهم نیست که قاضی چی کار میکنه و چقدر هست و خودم هم چیز نیست، ممکنه با وکیل مقابل بتونم صحبت کنم، صحبت نکنم، 1 ساعت بیشتر رو پرونده کار نکنم. ولی اگر که توی دادگاه گیر بکنم، خب همه ی روز من رفته و به طب هزینه ها میره بالا. از این لحاظ که من خودم در کیس کنفرانس و ستلمنت کنفرانس و اینا مایلم که راه دور باشه که اون هم هزینه ها رو کم میکنه، هم به نظر من چون دسترسی به پرونده راحت تره و تو سیستم ما هست، ما راحت تر میتونیم مدارک رو در بیاریم و کارها رو انجام بدیم.
از این لحاظ به نظر من از راه دور بهتره، ولی خب بستگی به قاضی داره. بعضی مواقع اوزاد مایلن که حتما همه پرونده توی دادگاه باشه، سیستم کلاسیک پرونده هایی که مطرح می شده به همون صورت کلاسیک مطرح بشه، یعنی وکیل حضور داشته باشه، مدارکش هم همراهش بره. بعضی مواقع ما مجبوریم که مثلا دو سه تا باکس به خودم پرونده حمل کنیم. چرا؟ چون ممکنه قاضی یه دست بداره یه نکته بگه من اینو میخوام و این توی مدارکی باشه که روز اول موکل داده و الان داردی سه تا ساکه سه تا باکسه جعبه بزرگ داکیومنت وجود داره که شما به عنوان وکیل باید ببینید کدوم داکیومنت کجا قرار گرفته. از این لحاظ که من فکر می‌کنم که به اون حضورمون مشکل سازه نسبت به این ور، ولی کلاسیک که به عمل بکنیم بعد در دادگاه حاضر بشیم، مدارک ببریم، حضور زنده داشته باشیم، چه مدرکی کجا هست که قاضی بتونه با اساس مدارک بتونه حکم لازم رو بده. ولی خب ما از اول سپتامبر 2022 باید انتظار داشته باشیم که دادگاه میرن به سمت اینکه حضوری باشه و برگردیم به سیستم قدیمی. آمار دادگاه را ندارم که کدوم قسمت بهتر بوده. شاید با توجه به آماری که امروز توی سیستم قضایی وجود داره اونا بهتر میتونن بگن که راندوم کار، کیفیت کار از راه دور بهتر بوده یا حضوری. شاید در سال آینده که در خدمتتون باشیم، در تابستون سال آینده بتونیم بهتر نظر بدیم که راه دور بهتر بوده یا دوران کووید بهتر بوده که ما راه دور از طریق تلفن یا طریق کامپیوتر میتونستیم تو دادگاه حضور پیدا کنیم و چقدر میتونستیم مصبر سبر. الان آی دکتر واقعا نمیدونم راندمان یا بسا بازده کار چقدر هست، چون به طرف چیز داره میره، به طرف اینکه دادگاه حضوری باشه و این خب ظاهرا اینا بررسی کردن و راندمان کارو سنجیدن، بازده کارو دیدن و میخوان برگردن به اون چیز، یا اینکه هر دوتا رو ممکن داشته باشن. ببینید بحثی که امروز استثناء دارن میذارن که اراه دور باشه، یعنی الان مثلا ما پرونده‌ای داریم که یکی از اصحاب دعوا ادعا کرده که مشکل دیسیبیلیتی داره و واسش علاوه پزشکی سختی که حضور در دادگاه باشه، اجازه داده شده که استثناء اون پرونده که یه نوع کانفرانسه، ستلمنت کانفرانسه، اون راه دور باشه. ولی فشار خود دادگاه اینه که برگردیم به نرمال، به دلیل اینکه تمام افراد اینو قبول کردن که مسئله کووید و شرایطی که در کووید به وجود اومد یه چیز موقتی بوده، یه چیز دائم نبوده، و چون دائم نبوده و موقت بوده متوجه شدن که اصولاً راندمان کار رو پایین آورده، کیفیت کار رو پایین آورده. مثلا شما این میمونه که فیلمی رو شما برید یه صحنه یه فیلم رو برید تو خود استودیو بشینید که اینا دارن بازی میکنن ببینید، بیشتر تو ذهنتون یا دائم بشین جلو تلویزیون ببینید. ما خودمون بررسی حقوقی که داشتیم نسبت به میتینگ هایی که تشکیل شده و این جزء پرونده دادگاهی من بوده واقعا که میخواستم یک پرنسی بچه‌هاشو از طریق اینترنتی ببینه تا اینکه بره حضوری ببینه، و یکی اون فردی که بچه‌ها باهاش زندگی می‌کنه میگه باید در راه اینترنتی باشه. ما فشار می‌دیم که نه، باید موکل ما باید از حضوری باشه که بره بچه رو ببینه، بغل کنه، بازی کنه، لمسش کنه. و از اونجا آماری رو به دادگاه دادیم و یه تحلیل حقوقی ما ارائه دادیم به قاضی که قاضی هم موافق تحلیل ما بود. در مجموع این بود که راندمان کار در جلساتی که حضوریه از لحاظ تاثیرگذاری فرد روی فرد مقابلش که تو میتینگ میبینه، اینها زمین تا آسمون تفاوت داره و فرق میکنه. حتی یه مقاله رو من دیدم از در تو با بیل گیت که مصاحبه شده بود و صحبتایی که کرده بود خودش هم قبول کرده بود که راندمان کار در مسئله عدم حضور ایشون در شرکتش راندمان کار اومده پایین و بهتره که حضور داشته باشه. اون حضور باعث میشه که سوار کار آدم اصطلاح حقوقی میگیم دیگران هم سوار کار باشه، حضورش مطرح باشه. همون که فرد حضور داره باعث میشه که کارمندا و مسئولین بیشتر دقت بکنن رو کارشون و کارایشون بالایی میشه. دقیقا از این لحاظه که
بعد دید نظر دادگاه چیه و ما در 6 ماه یا سال آینده میگیم ولی خب ما اینو دیدیم. پس ما باید منتظر بشیم که چه خواهد شد تو سپتامبر بودی؟ بله دیگه سپتامبر بحثی که وجود داره آخرین دادگاهی که من روی پرونده داشتم قاضی فشار می‌آورد که پرونده باید ستل بشه بدن که ما در سپتامبر میشیم وارد یک دنیای حقوقی دیگه میشیم و علاوه زمانی فرصت نداریم که به این مسائل بررسی کنیم. خب امروز ما خیلی فرصت خوبی بود برای ما که از قاضی به عنوان یک حربه استفاده کنیم در پرونده ها و هر جور که با مشکل برمیخوردیم تلکانفرانس برقرار میکردیم با قضات به جایی که موشن ببریم، به جایی که چیز بکنیم از قاضی دستور میگرفتیم تو برحال کار که حتما تلکانفرانس پیش بینی بشه که قاضی با ما صحبت بکنه و راهنمودش رو بده و حکم بده. نمیدونم آیا برگردیم دادگاه بازم قضات این وقت رو خواهند داشت که تلکانفرانس باشون داشته باشیم یا نه، ولی در دوران کرونا واقعا کمک بسزایی کردن تو این زمینه. از همون سال اولی که کرونا پیش اومد و در چند تا پرونده ما تونستیم نظر قاضی بگیریم که قاضی تلکانفرانس بذاره و خب تلکانفرانس ها خیلی موثر بود، خیلی خوب بود و کارگشا بود چون با وکیل مقابل سر یک مطلب به اختلاف می‌رسیدیم. اختلاف کوچیک ولی واسه ما اساسی بود یا واسه اونها اساسی بود و این نظر یه قاضی مهم بود که ببینیم تو آینده ببینیم چه نظری میده و این در دوران کرونا واقعا کمک کرد. واقعا تونستیم که راهنمای خوبی را قاضی بگیریم که چون راهنمای قاضی راهنمود نیست، حکم دادگاه است. برای ما وقتی میشینیم باهاش صحبت میکنیم ممکن است به راهنمود بیاره از اینکه من نظرم اینه، ولی اگر طرف مقابل اجرا نکنه میتونیم به همونجا برگردیم بگیم شما دفعه پیش این مطلب رو مطرح کردید و به نظر من اینجا تخلف شده و با درخواست میکنیم که این به صورت حکم بیاد و طرف مقابل الزام داره که هزینه های ما رو از اون موقع بده و قضات این کارو میکنن. یعنی قضات میتونن این کار رو انجام بدن، حکم بدن و طرف مقابل ملزم بکنن. آیا بعد از کرونا یعنی از اول سپتامبر که ما وارد سیستم جدید حقوقی علاوه ورود به دادگاه میشیم آیا این رعایت میشه یا نه؟ نمیدونم. خب ما بعدا از طریق شما آگاه میشیم که چه تصمیم گرفتن. قطعا این چیز از بین نخواهد رفت، تلکانفرانس یک وارد یه فاز جدیدی شدیم که الان همینو داریم همونو. به هر حال سپاسگزارم از اطلاعات نهای دکتر. وقت تموم شد؟ بله متاسفانه تموم شد. صحبت های شما شیرینه و واقعا زمان از دستمون در میره، ولی اونجا تایم نشون میده که وقتمون تموم شده. ممنونم از اطلاعاتی که دادید. با تشکر از شما آقای زریمه و همچنین با تشکر از بچه اتاق فرمان که دارن برنامه رو ضبط میکنن و همچنین با تشکر از بینندگان محترم تلویزیون آی‌تی‌سی که این برنامه رو دارن ملاحظه میکنن. با سپاس که بیننده ما بودید تا برنامه بعد خدا نگهدار. با سپاس.